برام خدا سلام بر شما، با برنامه نگرش خوش آمدید. رئیس جمهور غنی گفته است ما با اقدامات خود توانستیم قناعت جهان را فراهم کنیم. به می خاطر ناتو در نشست وارسا چنین وعده هایی را برای افغانستان سپرده است. از طرف دیگر رئیس اجرایی کشور دکتر عبدالله عبدالله گفته است که سر از فردا روند اصلاح نظام انتخاباتی آغاز خواهد شد. اما آغاز اصلاحات انتخاباتی با چی میکنه و توسط کیها؟ با توجه به این مسئله که فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مجلس نمایندگان رد شد و در مجلس سنا تصویب شد و حالا قرار است کمیته مختلط بالای آن کار کند، اینکه رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روی چه هدفه و چگونه میخواهد که سر از فردا روند اصلاح نظام انتخاباتی آغاز شود، در برنامه امشب نگرش شده به بحث میگیریم. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در استودیو آقای غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان و خانم ریحانه آزاد عضو مجلس نمایندگان و قرار است لحظات بعد آقای دکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه نیز در بحث با ما شرکت کنند. مهمانان گرامی سلام، به برنامه خوش آمدید. آقای مجروح، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. حالا مشخص به حرفهای آقای رئیس جمهور بیایم، عمدهترین دستاورد حکومت افغانستان از نشست وارسا کدام ها بوده که رئیس جمهور افغانستان بر رخ مردم افغانستان و برخود جهانیان کشید که ما به اساس کارکردهای خود توانستیم کمک های جامعه جهانی را جلب کنیم؟ به نام خداوند بزرگ، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتان، بینندگان عزیز و همچنان خواهر بسیار گرامی همکار خوب ما جناب آزاد صاحب. اول خب نشست وارسا و حمایت جهانیان از افغانستان و همکاری ها، ادامه همکاری های ناتو هم در بخش امکانات مالی و هم در قسمت تعلیم و تربیه نظامی برای نیروهای امنیتی افغانستان و حمایت قاطع برای چند سال آینده از کشور ما میتونه که یک قدم بسیار خوب برای مردم افغانستان باشه. بله. اما اینکه رئیس جمهور افغانستان این یک دستاورد برای حکومت میدانه، دلیلش این است که با توجه به نگرانی ها و چالش هایی که در افغانستان وجود داشت، خیلی ها به این باور بودن که شاید ناتو دلسردانه به این کنفرانس شرکت بکنند سران ناتو و او حمایت قبلی خود از افغانستان داشته باشند. ولی دیدیم که سران ناتو نه تنها که حمایت کردند، بیشتر هم حمایت کردند. این بر نمیگرده به شاکارهای حکومت افغانستان، بر میگرده به اینکه جهان هنوز هم به افغانستان توجه داره و منافع جهان در افغانستان نهفته است. پس حرفای جمهور افغانستان به چه معنا؟ اینجا گفته ما به اساس اقدامات خود توانستیم این کمک‌ها را جلب کنیم و توجه جهانیان را به افغانستان جلب کنیم. فکر میکنم که خب شاید یک کمی خوشباوری گفته باشه، وگر نه ما کدام دستاورد ملموسی که ما بتانیم به رخ جهانیان بکشیم نداریم، در راستایی که این بار هم از ما تعهد گرفتند و قبلا هم از ما تعهد گرفته بودند. بله. مثلا ما در عرصه حکومتداری خوب دستاورد نداشتیم، مبارزه با فساد نتانستیم دستاورد داشته باشیم، در برای تمیمیت دموکراسی و حقوق بشر کدام دستاورد خاص نداشتیم، انتخابات در وقت و زمان دار کرده نتانستیم. هنوز یک دیدگاه مشترک بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی به میان نیامده. چند دستاورد داشت؟ یک دستاوردی که رئیس جمهور الحق و الانصاف نسبت به رئیس جمهور گذشته تونستن این رابطه خود را با کشورهای جهان گرمتر بسازن، یعنی دستگاه دیپلماتیک سیاست خارجی. بله، در عرصه سیاست خارجی یک، در عرصه سیاست داخلی یک سلسله حرکت های اقتصادی رئیس جمهور افغانستان در قسمت زیربناهای افغانستان داشته. بله. قراردادهای بعد از بندهای برق و در قسمت سرک ها و برنامه های زیربنایی که میتونه برای امنیت و اقتصاد افغانستان، آن هم اگر امنیتی وجود داشته باشه که بتونه اینو عملی شود موثر باشه، یک حرکت خوب بوده. و دستاورد دیگه هم که حکومت افغانستان داشته، اما تکمیل چی؟ تکمیل سکتور امنیتی، یعنی وزارت دفاع و امنیت ملی و داخل افغانستان تکمیل شد. کابینه تقریبا گرچه هنوز هم تکمیل نشده، ولی سکتور امنیتی تبدیل شد. چی شد؟ ببخشید، تکمیل شد و این میتونه که یک دستاورد به افغانستان باشه. ورنه تعهداتی که ما در برای جهان داده بودیم که ما مواد مخدر،
مبارزه مواد مخدر با حرات افغانی و تروریسم و در قسمت حکومت داری خوب مبارزه و فساد ما نتونستیم یک کار چشمگیر داشته باشیم. ولی جهان باورم ایست که جهان نه به خاطر مردم افغانستان بنی هم به خاطر رئیس جمهور و کشور افغانستان با ما کمک میکنه. از بچه خاطر کمک جهان به خاطر منافعی که به افغانستان داره نه از لحاظ همین کشورهای ناتو که ما را همکاری میکنه نه از لحاظ دینی هم دین ماست، نه از لحاظ مذهبی هم مذهب ماست، نه از لحاظ همسایگی همسایه ماست. اگر واقعا اینا به خاطر حقوق بشری چه بکدی میان ما را کمک میکردن که به هزارها مسلمان سوختندن قبل از ادمی مثلا افغانستان را کمک میکردن. پس رئیس جمهور افغانستان دقیقاً اشاره کرد گفتن کمک ها بر اساس اقدامات ما صورت گرفت، اگر قرار می بود خودشان کمک میکردن کشورهای دیگری بود که باید برشان کمک میشد. نه اونها اینچنین نیست، اونها منافع دارن در افغانستان. آمریکا و ناتو شما اگر توجه فرموده باشین کمیال نیروهای ناتو در جوار مرز روسیه بخش اروپایی داری. چهار برابر افزایش یافته. پس اونها کار نمی کنن که در یک بغل روزها چهار برابر نیروهای خود افزایش بدن و در کنار دیگه دست از حمایت بردارن. افغانستان با اهمیت فوق العاده جیوپولیتیک و جیوستراتژیک که در سطح منطقه داره میتونه برای کشور برای ناتو و همپیمانان و آمریکا از اهمیت خاص برای مدیریت منطقه برخوردار باشه. این آمریکایی ها یا ناتویی که در افغانستان حضور دارن اینا به خاطر مردم افغانستان نیامدن، اگر میامدن خود کم انسان بود کم بشه بود می جان میرفتن به اونا کمک میکردن، نه برای تأمین منافع ملی خود اونا به اینجا هستن. افغانستان از یک طرف در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داره که هیچ کشور نداره. دوم مردم افغانستان جسارت و غیرت مردم افغانستان در برابر تروریسم هیچ گوشی از جهان نداره. سوم جایگاه افغانستان و عرضی افغانستان هیچ گوشی از جهان نداره. و سوم روسها و چینایی ها او روسها و چینایی های سابق نیستند، از لحاظ نظامی و اقتصادی سر بلند کردن و میخواهند که میخواهند که همو ابرقدرتی گذشته خود احیا کنند. بنان افغانستان در بناگوش کشورهای روسیه و کشورهای آسیای میانه قرار داره و تهدید بسیار کلانی که اونا میتونن برای دو قطب هم چین و هم روسیه از لحاظ امنیتی و اقتصادی داشته باشن افغانستانه. بنان منافع مختلفی اونا در افغانستان دارن که با حفظ از این منافع برای از اونا به مراتب از کمک هایی که به افغانستان میکنن بیشتر. جناب استاد شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. خانم آزاد استاد خوش آمدید. میپذیرین که حکومت افغانستان از زمان ایجاد خود تا کنون، البته حکومت وحدت ملی از زمان ایجاد خود تا کنون دستاورد ملموسی نداشتن که بر رخ جهانیان بکشد تا جهانیان کمک های خود در اختیار حکومت افغانستان قرار بده؟ تشکر دارم. سلام محترم شما و بینندگان عزیز تقدیم می‌دارم. البته حکومت افغانستان همون رقمی که شما و مردم افغانستان شاهد هست و چیزی که ما باور داشتیم یا امیدوار بودیم چنین دستاوردهایی نداشتن که اینا یا را بروخ مردم افغانستان میکشانه و حتی را یک دستاورد حساب میکنه. من فکر میکنم که بنا به حادثات اخیری که در امریکا، اروپا و همچنین ترکیه رخ داد و بخصوص توریس بین‌المللی روز به روز شما میفهمین که در افغانستان بخصوص دایش سربازگریش بیشتر شده رفته و اگر اونا این کمک ها را میکنن نه به خاطر مردم افغانستان بلکه به خاطر منافع ملی خودشان هست و از امو خاطر هست که کمک ها را کرده و رئی جمهور بیشتری را میخواید که طوری وانمود بکنه که دستاورد از آقای عبدالله یا آقای غنی هست. اگر اینا چنین دستاورد میداشت ما شما شاهدی از این هستیم که اینا همیشه زیاد گفتن و حتی برای جهانیون وعده های داده بودن. کدام وعده های خود اینا عملی کردن؟ ما شما شاهد هستیم. کدام وعده های خود رئی جمهور افغانستان و در کل حکومت وحدت ملی عملی کرده؟ چقدر وعده های خود؟ ما که بایست شهروند شاهد هستیم ما ندیدیم که حتی اینا
کوچکترین وعده های خود عملی کرده باشه و بلکه هر روز اینا وعده میته برای مردم افغانستان ولی عملی نکردن. ولی ما نمیتونیم از یک سر دستاوردهای بسیار کوچک چمپوشی بکنیم که او دستاوردها مثلا میتونه ای باشه که مرقمی که برادر محترم ما یاد کردن شاید در بعضی سیاست های خارجی خود موفق تر بوده باشه و در بحثی داخلی شما شاهد هستین که و فاصله مردم و دولت چقدر زیاد هست و حتی متاسفانه تبعیضی که اینا داشتن و حتی آقای عبدالله و غنی از ولایت های خود نبر آمدن و تقرری ها و قدرتی که غیر عادلانه هست و حتی برای بسیار نزدیکی های خود هنوز اینا نبر آمده که برای مردم افغانستان فکر کنه. اگر برمیگشتیم در مسائل اقتصادی عینی قضیه را داره که بسیار متاسفانه اینا انکشاف متوازن که نداشت تا انکشاف نداره اینا به سطح انکشاف کار نکرده. اگر اینا شما مثلا برق مثلا سلما را یاد میکنین یا بعضی از پروژه هایی که شدن اینا پروژه های دوره آقای کرزی بودن، اینا دستاورد های آقای کرزی است و اینا فقط افتتاح کردن و پروژه هایی بودن که شروع شده بودن. ولی خود از اینا شما شاهد هستین که چی دارن؟ ما به باور ما خود از اینا هیچ چیزی نداره و حتی هیچ پروژه جدید را نداشتن و ما فکر کنم برادر ما شاهد است وقتی که بودجه در پارلمان آمد باور بکنین که بسیار شرم‌آور بود و حتی در اکثر ولایت ها امو پروژه هایی که از دوره آقای کرزی باید تکمیل میشد اونم نه در لیست نبود و من نمیفهم جالب است بر ما که اینا همه چیز میخوای که دستاورد با خود بکنه. ما البته آرزو داریم مردم افغانستان خوشحال که جهانیان بکشن تا بتونن کمک های بیشتر را به افغانستان جلب کنن. بله، ما اینا باید بسیار میتونستن که در حالتی که افغانستان قرار داره و در یک از نگاهی مثلا جیوپولیتیکی میسنجین و از نگاهی اگر حالتی فعلی را اگر بسنجین افغانستان در یک حالتی بسیار نقاط قوت قرار داشتن، اینا میتونستن از اینکه بیشترتر و قویتر حداقل ظاهر بشه و با یک پلان های مشخص و دستاورد های مشخص. شما ببینید نامونه مثلا اینا ما مردم افغانستان آرزوی زیر داشتن که این بار اینا به خصوص جهان را جلب توجه میکردن که اینا سیاست های خود با توریست مشخص میکردن که ما حداقل هر روز شما دیدین که فرزندای ما را هر روز قربانی میگیره و همون رقمی که حتی از سویه مامور عادی تا رئیس شورای امنیت میگه که دایش را هم پاکستان مثلا صادر کرده و اینا چرا نمیتونن که حداقل قناعت بتیه یا قناعت بده دنیا را که فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد بکنه و از این کده باید دستاوردهای قوی تر میداشن. اگر این کمک هایی که مثلا مبلغ کمک سالانه 5 میلیارد دلار اینا میگه ما فکر نمیره در روح ما نکشن ای را دنیا اگر کمک کنه به خاطر منافع ملی خود کمک میکنه. تشکر خانم آزاد. جناب استاد، ادامه کمک های ناتو بر افغانستان جزء از مجبوریت های ناتو است یا اینکه دولت افغانستان توانسته با برنامه های خود این کمک ها را به افغانستان جلب کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما به وکیل سایبای محترم و بینندگان تلویزیون آریانا نیوز، عرض بکنم که در کنفرانس وارسا شما چیز نوی را و چیز تازه را در روز سراغ نکردین. آنچه صورت گرفت تجدید تعهداتی بود که قبلا جامعه بین المللی به او وعده داده بود و در این زمان تکرار دستاوردهایی که به دست نامده از طرف دولت افغانستان بود. ولی حاضر موفقیت هزی کنفرانس شما وقتی ارزیابی میتونید که از نگاه های مختلف به او نگاه کنید. یکی از نگاه حکومت وحدت ملی است که هر وقت در کنفرانس های اشتراک میکنن اونا ادعا میکنن که ما دستاوردهایی داریم و بعضی مسائل تکرار به تکرار برای جامعه جهانی بازگو میکنن. اما دقیقا نمیجا موضوع جالبم شما جناب استاد اشاره کردین که حکومت افغانستان هم دستاوردهای را اشاره میکنه که هیچ به دست نامده، اما همین دستاوردهایی که به دست نامده است از طرف جامعه جهانی به نوع از آن پذیرفته میشه و مورد قبولشان میگیره. چرا؟ ببینید اگر ما از نگاه های مختلف به دستاوردها نگاه میکنیم، جامعه بین المللی هم بر مبنای منافع خود به این مسائل نگاه میکنه. ببینید اگر امروز گفته میشه که دولت یا حکومت وحدت ملی دستاوردهایی داشته در این کنفرانس، میگیم بله، بر اساس محک هایی که حکومت ملی و بر مبنای او اهدافی که حکومت وحدت ملی تشکیل شده دستاوردهایی داشتن، مثلا دستاوردهایی که تقسیم
حاکمیت ملی به افراد و متنفذین قومی، تقسیم وظایف دولتی به اشخاص و مربوطین خود و تقسیم سفارتخانه ها به دوستان و اقارب و حتی پایافتادگان خود و از این قبل گپایی که امروز موجب بدبختی های بسیار زیاد در افغانستان شده. از این نگاه و به اساس از این محکا دستاوردهایی هست برای حکومت وحدت ملی، ولی وقتی که شما این را در معیارهای ملی میسنجین و در سطح ملی میسنجین، شما وقتی یک حکومت موفق میدانید که از سال تا سال دیگر یک سلسله بهبودی های در سطح زندگی مردم به وجود آمده باشد. شما برای من نمیتونید که در سطح افغانستان به یک موضوع اشاره بکنید که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به زندگی مردم افغانستان یک تحول مثبت آورده باشد. حالا از نگاه جامعه بین المللی میبینیم که اونا زمانی بود که وقتی که روابطشان خدشدار شد با حکومت آقای کرزی، کمکهایشان هم رو به محدودیت گذاشت و در عین زمان حکومت افغانستان حکومت فاسد بود و جامعه افغانستان، ملت افغانستان حتی ملت فاسد بود و کمک هم از روز تا روز رو به کاهش بود. حالا چرا این گپ صورت میگیره؟ بنابر تحولاتی که در منطقه و در سطح بین المللی در رابطه با منافع استراتژیک از کشورها و در رابطه با تروریسم بین المللی این تحولات صورت میگیره. پس میتونیم اشاره کنیم که فعال شدن روسیه، چین و هندوستان در قضای افغانستان به نحوی از آن زنگ خطر بود برای ناتو که همپیمان افغانستان است، از این رو کمک های خود خواستن به افغانستان همچنان ادامه بدن؟ ببینین، خطر تروریسم در همه قدر وقت وجود داشته، بله، اما چرا در بعض مواقع جدی شده، در بعض مواقع جدیتش کاهش پیدا کرده؟ علتش چیست که کشورهای بزرگ همیشه همه چیزه، چه صلح باشه چه جنگ باشه، در معیار منافع خود ارزیابی میکنن. منافعشان ایجاب کرد جنگ تمویل میکنن، منافعشان ایجاب کرد صلح را برپا میسازن. اما امروز تروریسم یک حراس و استراب در جامعه بین المللی به وجود آورده بعد از این حادثاتی که صورت گرفت. در پالوی از این ما همیش گفتیم که منطقه ما و شما آبستن یک جنگ سر در آینده دور یا نزدیک است که نظر به شرایط فرق میکنه و در اون شرایط این کشورهای بزرگ مخصوصا کشورهای غربی به متحدین ضرورت داره که در این منطقه چی کوچک چی بزرگ اینا در اون وقت در پالویشان باشند. از اون لحاظ به خاطر از اینکه روسیه یک بار دیگه به حیث یک ابرقدرت تبارز نکنه و یا چین از لحاظ اقتصادی یک غول اقتصادی نشوه و یا ایران به حیث قدرت منطقوی تبارز نکنه، باید از امروز در صدد پیدا کردن متحدین باشن که افغانستان، پاکستان، هندوستان اینا کشورهایی است که متحده. برای روز مبادا گفته خانم ها که به دردشان میخوره. از اول حاض ما فکر میکنم که این مسائل با هم یک جا شده، جامعه بین المللی یک بار به یک فعالیت وادار ساختن که همه گفته های خود ناگفته بپندارن و در برابر چشم جهانیان بگویند که حکومت افغانستان موفق بوده، کارهایی کرده، دستاوردهایی داره و ما افتخار میکنیم. پس میتونیم بگیم که دید حکومت مردان افغانستان با دید سران ناتو در این مقطعی از زمان یکی شده؟ بله، منافع یک چیز شده یا فرض میکنیم اهداف یک چیز شده، اما ای که ناتو و کشورهای بزرگ چگونه از این موقعیت استفاده میکنن یک موقع بسیار مناسب است برای زونا و یک موقع مناسب دیگه برای حکومت افغانستان میسر شد که بدبختانه ساختاری که در حکومت افغانستان وجود داره زمینی از این مساعد نیست که ما از این رقم مناسبت ها استفاده بکنیم. بله، تشکر جناب آقای مشروع. بیایم برای این موضوع که حکومت افغانستان در نشست وارسا را پر دست آورد خان، اما قبل از اینکه به نشست وارسا برند، دقیقاً حکومت مردای افغانستان گفته بودند که ما در نشست وارسا در پی به دست آوردن چند هدف هستیم یا چند چیز را میخوایم از وارسا به دست بیاریم. اولی که گفته بودند ما میخوایم سلاح‌های سنگین برای نظامیان افغانستان از وارسا تقاضا کنیم و امیدوار هستیم که تقاضای ما برآورده شود. خاص دومشان تیارات بمب‌افکن بود. آیا این دو خواست عمده حکومت افغانستان برآورده شد در این نشست
حکومت افغانستان میگه نشست فارسا نشست پر دست آورده بود برای افغانستان. خب 5 میلیارد دلار در عرصه نظامی برای حکومت افغانستان یک مبلغ بسیار خوبی است. بله. متاسفانه که 5 میلیارد دلار چه حال و چه گذشته از طریق حکومت افغانستان مصرف نرسیده. همیشه کوشش کردن اونا امو خارجی ها چی دیده که برای افغانستان تعود میکنن و دست خود به مصرف برسنن. به این معنی که اینمی بوتل آب را اونا احساس میکنن که ضرورت هست خود از اونا میارن. اگه چند افغانی حساب میکنن شاید ایست هد افغانی حساب کنن. بله. ما میتونستیم اگر حداقل سالانه 1 میلیارد از همین پول ما برای خرید سلاح‌های سنگین در افغانستان از او استفاده میکردیم، ما تا چند سال میتونستیم که امو پس امو قدرت سابقه خود دریابیم. ولی اونو نگذاشتن. اونو آنچه که خود از اونو میخواهن انجام میدن. پس برنامه های افغانستان همه در روی خط باقی میماند و برنامه های خودشان در افغانستان عملی میشود. ببینید این کسی که میخواه 5 میلیارد دلار برای ارتش افغانستان و مصرف برسانه نوعی سازماندهی کردند و میکنند که این ارتش هیچ وقت از نیازمندی خلاص نشه، همیشه نیازمند باشه. به طور مثال امیال در افغانستان شما ذخیره مواد سوخت برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای 2 ماه هم شاید نداشته. این مسئولیت خارجیان است یا مسئولیت دولت مردان افغانستان که باید برنامه ایجاد کند و مطابق برنامه بالاخره کارها را انجام بده؟ این متاسفانه از ابتدای حضور نیروهای خارجی در افغانستان رهبران وقت ارزش و اهمیت افغانستان را ندانستند و از همین حضور نیروهای خارجی در افغانستان استفاده عظیمی نکردن. خارجی هم وقتی به افغانستان آمدن حکومت افغانستان یک حکومت ضعیف دیدن، هرچی که دل از اونا میخواست کردن. حالا هم بر منوال گذشته به خصوص در عرصه نظامی فقط اونا تشخیص میدن که اینم اینجا با این سلاح، با این مهمات، با این مواد لوجستیکی، با این مواد محروقاتی نیاز هست، اونا انجام میدن و قیمت از اینا خود از نامی پردازن. امی 5 میلیارد دلار با باور ما آنچه که ما فکر میکنم وجود از معاش، اجرای معاشات دیگه تمام کمک که اینا به افغانستان میکنن اینا بالغ بر 2 میلیارد دلار نخواهد بشه. پس دستاورد آنچنانی حکومت افغانستان از این نشست نداشت؟ نه، حکومت افغانستان دستاوردش همین بود که یک بار دیگه مورد حمایت قرار گرفت. نسبت به جلسات گذشته روحیه ناتو با افغانستان نسبت به پاکستان تغییر کرده بود و به نوعی افغانستان بیشتر اما صداقت افغانستان کارگر افتاده بود و این هم یک دستاورد هست که صداقت افغانستان اینجا مطرح یا بالاخره منافع استراتژیک که ناتو و غربی ها در کل در افغانستان و با توجه به تحلیلی که چند لحظه پیش جناب استاد کردن کالا گفتن بعد از اونها سیاست های منطقه در حال تغییر است و تهدید اون چنانی خدمت شما عرض کردم که خارجی ها عاشق چشم ابروی ما نیستند، اونا به دنبال منافع خود میگردند. بله. امی عرض ما و فرموده های هر دو دوست عزیز ما که در میز حضور دارند هر سه یکی بود. ولی خب به نوعی اینا هر چند وقت یک کنفرانس دایر میکنند، در واقع از افغانستان یک تعهد جدید میگیرند و خود از نرم خود خور چی میکنند به معنی از که ما تجدید کردیم و به نوعی نیازمندی افغانستان به خود بیشتر میسازند. یعنی شما نیازمند ما هستیم. هیچ وقت اونو نمیگم ما نیازمند شما هستیم، میگن شما نیازمند هستیم و ما هم وقتی اونا تجدید کمک میکنن بسیار خوشحال میشیم، به عنوان یک دستاورد برای خود تلقی میکنن. ولی اونا هستند که باز اینمی امکاناتی که برای ما وعده میدن اجرایی شدن این امکانات به دست خود از اونا هست. اونا خود از اونا هستند که برای ما سلاح سنگین میدن یا نمیدن. من باور ندارم که اونا برای ما جنگنده های بمب افکن بدن، برای ما سلاح های سنگینی که بتونه دوربرد باشه، بتونه امو سایه تخریب از زیاد باشه، او رو به دست ما بگذارن. اونو فقط ما را در سطح یک اردویی که بتونه در برابر جنگ های گوریلایی و چریکی در افغانستان مبارزه بکنه در توامی سطح چی میکنن؟ به دلیل از اینکه شناختی که اونا از افغانستان دارن، تاریخ افغانستان یک تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی است. خارجی ها مثل ما افغانستانی ها نیان که خود ما تاریخ خور نمیفهمیم. اونا یک مطالعه دقیق میکنن به افغانستان باید مداخله میکنن. بنان اونا تاریخ افغانستان خوب میدانن که اگر افغان ها آماده شد، تجهیز شد، تسلیح شد، دیگه با ما نیاز نداشت یک روز ما رو به افغانستان اجازه نمیدن. پس در استراتژی حامیان افغانستان تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز آنچنانی نیروهای امنیتی افغانستان وجود ندارد. تجهیز آنچنانی نمی کنند، به نوعی اونا ما را به پیش می برند که
ما همیشه احتیاج و محتاج از اونا باشیم و اونا هم بتونن منافع خود در افغانستان جستجو کنند. تشکر آقای مجروح. ببینید های عزیز، وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه دارد. سلام مجدد، به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. خانم آزاد، به بخش دوم برنامه خود بریم که گفتهای رئیس اجرایی است. آیا شما اطلاع دارین که فردا قرار است روند اصلاح نظام انتخاباتی آغاز شود؟ واقعا بر ما بسیار جالب است، یا جناب رئیس اجرایی بسیار بخبر است تا زمانی که امر رقم که شما در جریان هستین نو آمده در از مشران جرگه تیر شده، باید کمیسیون مشترک درست شوه و بله. حتی شما شنیدین که در پارلمان هم تانوز انتخاب نشده که کیا در او کمیسیون بر اشتراک کنه، کمیسیون مشترک سر از بحث کنه، بحث را باز پخته کنه، بیاره در شورا که بعد از او ما میتونیم بگویم که تصمیم بگیریم. ولی وقتی که جناب رئیس اجرایی گپ را گفتن، بر ما جالب است، یا که اینا اصلا امر رقمی که قانون اصلا در افغانستان معنا نداره، یا به هیچ پابند قانون نیست، یا بسیار بیخبر است از بیرون. شما چی فکر میکنید، بیخبر هستن یا پابند به قانون نیستن؟ ما با باور ما دو چیز است، و اینا از دستی که دیسپاچه شده و رفته مثلا در بیرون از کنفرانس فرسا وقتی که آمده بسیار وعده هایی کرده که استوان از اینا واقعا با بالا هست و حتی خودش از نا باور نداره. مثلا نامنش فساد اداری را گفتن و چند روز پیش شما شاهد بودن که پیش از اینکه در کمیسیون، پیش از اینکه در ورسا نشست ورسا بره، فقط به خاطر از اینکه چه رقم در چشم جامعه بین‌المللی خاک بزنه، یک کمیسیون را ساختن به خاطر از اینکه اختلاس ها را بررسی میکنه، مبارزه با فساد. اگر واقعا اینا در رابطه با مبارزه با فساد اینا جدی می بود و شما شاهد از این نمی بودین که حتی وعده ها داده شد و حتی کسایی که بسیار زیاد در کابل بانگ تا دست داشتن و او اشخاص های امروز نزدیکترین کسای رئیس جمهور است و او اشخاص ها در بالاترین پست ها کار میکنند. اما یک سکت وقتی که در نظر باید داشته باشیم که این بعد داشته باشیم و این گفته ها امروز دقیقا توسط رئیس اجرایی حکومت افغانستان بیان شد، یعنی پس از نشست وارسا. ما میخوایم که سر از این نقطه بیایم. وقتی که اینا در یه چیز باور نداره و همه چیز میخواه که وطاقه میخواه بسیار رنگ مالی کنه، یا به خاطر بردوم را بازی بیته، یا به خاطر جامعه بین المللی، باور بکنید که به نتیجه نمیرسه. اینا از قلب یک چیز را ندارن. تا بنوز یک گرادی قوی ما تا بنوز به میاردو ندیدیم که یک اراده داشته باشد بخواه به خاطر از اینکه واقعا می افغانستان را ریزی وضعیت نجات بده. یعنی اراده وجود ندارد؟ نداره. اگر می داشتیم روز شما شاهد از این نمی بودین که انتخابات را اینا چرا انتخابات رو در وقت زمانش نکردن و چرا اینا کوشش کردن؟ حتی فرمانی که در پارلمان آمد، ما با جرات گفته میتونیم که رئیس اجرایی و رئیس جمهور اردو از نزدیکیاشان کمپین کرد که رای نگیره، و اگر واقعا اینا در انتخابات اگر تاثیر نمی داشت در پارلمان، چرا مثلا کنتاش رای گرفت؟ این یک سوال. سوال دوم، اینا میخواد که صرف به خاطر از اینکه سرصداهایی را که مثلا امروز را انداختن که ما میخوایم انتخاب بات را سر از فردا شروع کنه، کدام عقل امر کار میکنه؟ وقتی که قانون تا بنوز پاس نشده در زیر کار هست، اینا با کدام چیز میخواد، با کدام معیار، با کدام قانون اینا کار را شروع کنه؟ یک. و دوم، بس اینجا هست که میشه مردم افغانستان هم اینا را امر رقمی مانده و همیشه اینا حرفایی را که زدن ولی عملی نکردن. و این دفعه ما فکر می‌کنیم که یک از دغدغه‌ها و یک از گپایی است که مسئله انتخابات بسیار سرصداش بالا کشیده و جامعه جهانی و همچنین مردم افغانستان یا جامعه مدنی یا مطبوعات عزیزی که قضیه بسیار جدی گرفتن، اینا میخواد که به یک نحوی باز هم در چشم مردم خاک بزنه. پس تخن حرفای تخیر رئیس جمهور هم بقیده شما خاک زدن به چشم مردم است؟ دقیق. خاک زدن اگر نمیبوده، با کدام معیار؟ با کدام معیار؟ اگر با قانون اینا پابندی داره، خانوز قانون زیر کار است. اگر اینا واقعا میخواستن که انتخابات بکنن، غیر از اینکه مثلا در شورا بیه، چرا پیش از اینا انتخابات را که تعهد داده بودن به جامعه بین المللی چی کردن؟ انتخابات امروز سرنوشت چی است؟ امروز اگر اینا انتخابات میکرد، اصلا خودت تقویه میبخشید، یعنی نظام تقویه میبخشید. ما فکر میکنم که کسایی در این نظام هست که نمیخوایم این نظام تقویه شوه، و هر روز شما شاهد ازی هستین که اینا بیشتر مصروفی اوضاع مقرر کردن و سفر مقرر کردن و چه رقم از نزدیکی های بیایه و در قراراتی های بسیار خرد و کوچک مصروف است و میگه شفافیت هم یال. ما شاهد هستیم که قراراتی ها را کسایی را میگیره که باید دو نزدیک به تیمی یا در این تیم باشه یا در اون تیم باشه.
اشخاصایی که بی‌طرف هست اصلا دسترسی به او نداره و ما تا دوره آقای کرزی میگفتیم که تمام قرارداد دست مافیا است. باور به خدا کنین که از دوره آقای کرزی امروز ما بدتر از حالت ما در قراردادها و از او کده بدتر و هیچ نوع شفافیت وجود نداره. وقتی که چنین هست جز از اینکه خاکزاد بچی مردم دیگه چی میباشه؟ تشکر جناب استاد. فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان دومین فرمانش در مجلس نمایندگان رد شد و مجلس سنا فرستاده شد. مجلس سنا را تایید کرد. مطابق قانون باید کمیسیون مختلط ایجاد شود و کار خودان آغاز کنند. خانم آزاد گفت که کمیسیون ایجاد نشده، اعضایشان مشخص نشده، ولی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که فرد دوم حکومت است میگه که فردا رسما روند اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان آغاز می شود. این اصلاح نظام انتخاباتی بر اساس چه معیاره؟ در حالی که قانون زیر کار است، قانون به رفته و تعدیل، فرمان رئیس جمهور افغانستان به سر روش. ببینید در رابطه به رابطه افغانستان با جهان باید بگویم که ما با معیارهایی که خود ما فکر میکنیم سر موضوع افغانستان و در رابطه با مسائل بین المللی صحبت میکنیم، ولی چون او معیارها را نداریم لازم معیارهای رو بسیار پایین میگیریم. مثلا اینی که میگیم که فردا شروع میکنیم، مردم افغانستان به این مسئله عادت کردن که یک کس میگه که فردا این کار شروع میکنیم با خوشباوری ها باور میکنن، مگر دنیا حکومت افغانستان بهتر از خودشون میشناسن. ولی حضرت دکتر سب عبدالله فکر کرده که همین جامعه جهانی هم آل گرم است، بیا بگویم که فردا ما شروع میکنیم، باز کی داد کی گرفت. حالا من از دکتر سب عبدالله میپرسم که شما بر اساس کدام معیارها و محک ها شما این کارها رو شروع میکنید؟ اولی که خود حکومت وحدت ملی یک حکومت خلاف قانون اساسی است، قدرت حاکمه را به 50% 50% تقسیم کردن که این خلاف تمام نرم های حقوقی است، باز هر 50% به چند فیصد دیگه به متنفذین قومی داده شده. ولی حضرت تمام مسائل ارتباط میگیره به می فیصدی ها. به جهت نیست که جناب آقای دوستم میگه که ما 11 سفیر میخوایم، جناب آقای محقق میگه ما 4 وزیر میخوایم، اما اینا با تمام احترامی که به شخصیتشان است از موضوعات سیاسی و حقوقی به دور هستن که این وزرا و سفرا و اینا بر اساس فیصدی تقسیم نمیشه، بلکه این حق مردم افغانستان است که بر مبنای لیاقت و شایستگی افراد برشان داده میشه. امروز اگر فرض میکنیم کاکای جناب رئیس به جمهور در 80 سالگی یا 85 سالگی سفیر در ماسکو میشه، ما فکر میکنم جز ارتباط خانوادگی دیگه چیز برای او دلیل پیدا نمیتونه. و یا اگر آقای نورستانی بعد از سر و صداهای بسیاری که در جامعه به وجود آمد، چه درست چه نادرست، امروز سفیر تعیین میشه در یک کشور اروپایی یا در اسپانیا، این خودش ارتباطات نشان میده. ولی حاضر از روز اولی که همی حکومت تشکیل شده و حاکمیت ملی تجزیه شده، حاکمیت ملی از بین رفته. حالا حاکمیت ملی به حاکمیت متنفذین قومی تبدیل شده. لذا شما هر کار منافع ملی اینجا وجود ندارد. منافع متنفذین قومی اینجا وجود دارد. منافع ملی یعنی جاگزینش منافع متنفذین قومی شده و اونا بر معیارهایی که خودشان او را ثواب و صلاح میدانن کار میکنن. یکی میگه اگر تعداد سفیر از ما زیاد شد ما قدرت ما بیشتر است، از 50% یا 30% خود استفاده بهی نکردیم. کسی دیگه فکر میکنه که از اعضای فامیل ما اگر بیرون رفتن به سفارتخانه اینجاست که آرزوهای ما برآورده شده میشه. و در عین زمان کسانی ما بسیار تعجب میکنم که حکومت وحدت ملی جز نام دیگه هیچ چیز وجود نداره، تمام گپا بر معیارهای شخصی و فردی و نفوذ شخصی حساب میشه. حالا اشخاصی که در مابین افغانستان دور از کسایی که البته صادقانه کار کردن در این محیط، حرمت از اونا محفوظ باشه، اما یک تعداد کسایی را مسافر مقرر کردیم که اونا دوسیه هایشان در اینجا باز نشده، به پای میز محاکمه کشانده نشده و همین جناب رئیس به جمهور که داد میزد که ما قانون تطبیق میکنیم و حکومت بر شما تسلیم میکنیم، امروز ذره ذره حکومت از مردم میگیرن، صلاحیت هایی که قانون اساسی برای مردم داده او را میگیرن ازشان. ولی حاضر در کمیسیون انتخابات هم شما میبینین در حقوق معمولی است که
وقتی که اختلاف نظر بین دو مجلس پیدا میشه کمیسیون مشترک تشکیل میشه و اونا آزادانه سر مسائل بحث میکنن بعد نتیجه میرسن. اینجا همه چیز معامله گری میشه. خب یک کمیسیون مختلط، اما قبلا بهشان گفته میشه که شما در داخل 50% 50% اعضا را تعیین کنین و آنچه ما میگیم که او عبارت از است که شما یک کمیسیون همو پس استقلالیت قوی قضایا این جزیر سوال رفته، استقلالیت همه ارگان ها. لحاظا ما برتان میگیم که در این کمیسیون نظر مجلس سنا را تایید بکنین و اونا هم این کار را میکنن. اینا فکر میکنن که آله قانونی شد، اما وقتی که شما به ذریع این کمیسیون ها داخل میشین در اوجه هم بر اساس حق 50% خود اینا اشخاص تعیین کردن، کجا شما دیدن که ما به این نتیجه میرسم که حکومت وحدت ملی به طبیعت از حکومت جناب آقای کرزی ملت از حکومت جدا کرد، حاکمیت ملی را از ملت گرفت، به متنفذین تفویض کرد و حقوق امتیازات هم به خود اختصاص دادن، مردم افغانستان از حکومت جدا شد. حالا شما در اقوام مختلف افغانستان شخصیت ها، جوان ها و منورین و صاحب تحصیل بسیار دارین، اما چرا به یکش مراجعه نمیشه؟ اگر به یک متنفذی یکی از متنفذین قومی مراجعه میشه، فقط او در حدود حواریون خود اشخاص تعیین میکنه، نه از قوم خود. تشکر جناب استاد. شما چند لحظه پیش اشاره کردین، گفتین که حاکمیت ملی تقلیل یا حاکمیت متنفذین قومی. بله. دولت تقریبا چهار تا مشخصه داره. یکی از مشخصات حاکمیت ملی است. هرگاه حاکمیت ملی تقلیل یا حاکمیت متنفذین، پس به این معناست که ما دیگر دولت نداریم؟ ببینید، حاکمیت ملی که بحث نمیخوایم بسیار تکنیکی بسازیم، در حقوق علوم سیاسی حاکمیت ملی باید تجزیه نشود. تجزیهش مفهوم اضمحلال و از بین رفتنش داره. یعنی حاکمیت ملی تجزیه شد، پس به این معنی است که ما دولت نداریم، چون دولت از چهار تا مشخصه ببینین ایجاد میشه. دولت به می شیوه وحدت ملی می داشته باشیم، اما نتایج شکستن وحدت ملی است که قدرت حاکمه تقسیم میشه، مرجع واحد صدور اوامر به چند مرجع تبدیل میشه و در ادارات شما معلول های زیر میبینین. امروز چرا در ادارات شما یک سلسله مراتب اداری یا هایرارکی اداری رو نمیبینید؟ به خاطر از اینکه اشخاص از یک منبع که عبارت از ممثل وحدت ملی باشه از اون صادر نمیشه، از مراجع مختلف صادر میشه و حاکمیت ملی هم تجزیه شده، یعنی وجود نداره. لذا تمام ارگان ها را خلاف قانون اساسی ما به بیراها کشاندیم و تا وقتی که ای وحدت ملی ترمیم نشوه به یک شکل از اشکال یا وحدتش تامین نشوه، ما اگر صد وعده بتن، ما به یقین نیستم که از لحاظ علمی بازور شما درست بسید. تشکر آقای مجروب. رئیس اجرای حکومت افغانستان وعده کرد که ما میخوایم سر از فردا روند اصلاح نظام انتخاباتی را آغاز کنیم. با چی میاره و چی گونه؟ با توجه بر این مسئله که یک زمان شما هم در کمپاین همی حکومت به نو از آنها دخیل بودیم. اول خب من بسیار متاسفم که رئیس اجرایی از سفیر شدن آقای نورستانی خبر نداره، ولی از چی خبر داره؟ شروع به کار دقیقا رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی کنفرانس داشته که سخنگویانش گفته که ما مخالفین هستیم و هیچ خبرم نداریم. ما شنیدم، ما تاسف میخورم که چرا چنین باشه. سونیان در می افغانستان این کارهای خارق العاده زیاد میشه. یک از جمله کارهای خارق العاده هم همین خواهد باشه، مثل ایجاد حکومت وحدت ملی که به هیچ قالب برابر نمیاد، مثل خود این پست ریاست اجرایی که اصلا به هیچ جای از قانون جا نداره. یعنی یک از همونا اگر از لحاظ قانونی صحبت کنیم که این قانون انموز که آمده، من از جمله کسایی هستم که تا آخرم طرفدار تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور بودیم، طرفدار برگزاری انتخابات بودیم، تا آخر کار من بلند بود. بله. امیال هم بلند است، امی فرد هم که امی کمیسیون مشترک هم دایر شود، از جمله کسای خواهد بودیم که با تمام توان مبارزه میکنیم که اینمی راه را برای انتخابات باید باز بکنیم. ما وکیل باشم نباشم به ما مهم نیست، منافع ملی و اینمی روندی که به افغانستان به راه افتاده اینی برای ما مهم است. ای از جمله کسایی هستم که من سر از این موضوع استاد هستم. اما
قانون میگه امو قسم که بر هر دو بزرگوار تشریح کردن فعلا همین توپ در کمیته مشترک هست. تا زمانی که کمیته مشترک تصمیم نگیره، اگر تایید کرد خب تایید، اگر تایید نکرد باز تا زمانی که ولسی جرگه تصمیم نگیره اصلا مرجع تصمیم گیرنده و افغانستان وجود نداره. حالا وقتی که مرجع تصمیم گیرنده وجود ندارد، پس چرا رئیس اجرایی حکومت افغانستان چون این حرف را برد؟ من میخوام همین عرض کنم خدمت شما، اصلا دیگه مرجع تصمیم گیرنده وجود نداره. یک، دوم، ایمی روند اصلاحات وقتی میگن از فردا شروع به کار میکنه، خود این افراد از یکی هست، همین میکانیزمی که همین اصلاحات انتخاباتی به وجود بیاره چی هست؟ امی پالیسی که اینا روی دست گرفتن که ما بر مبنای امی پالیسی پیش میارین، این که اینا چی کرده؟ من فکر میکنم که هر دو نفر از اینا، رئیس جمهور و رئیس اجرایی، امی سفر که میامدن داخل تیاره، شاید این موضوع رو صحبت کرده باشن و افراد تعیین شده باشه و از فردا هم افراد شروع به کار کنند. در غیر از اون یکی از کارهای خود همین حرف رئیس جمهور رئیس اجرایی اگر چنین باشه، چون من نشنیدم چنین، اگر چنین باشه یک حرف کاملا فراقانونی، یک حرف کاملا غیر منطقی و یک حرف کاملا غیر عملی هست. ای کاش این کار نمی کرد رئیس اجرایی. امروز در خنین این موضوع را در شورای وزیران بیان کرد. این کار اینا اینو میکردن. اینا روزی که می فرمان به داخل مجلس نمایندگان بود با تمام توان کار کردن که فرمان رد شه. باز حال میگن که اینمی ما روند اصلاح نظام انتخاباتی را شروع میکنیم. اگر رد نکردن، دو دلیل میارم شما. یک، رئیس جمهور به مجرد که فرمان تقنینی صادر کرده بود اطلاعات و قانون اساسی فرمان نافذ هست. چرا نافذ نکرد؟ بله، 6 ماه از اول دل و کمان رخصتی رفتیم تا آخر سرطان 6 ماه میشه. با 6 ماه هر گونه اصلاحات رو که اینا میخواستن میآوردن مطابق با قانون اساسی افغانستان. اگر حالا هم رد میشد، در روز بعد ما میریم به رخصتی، با اندک تغییرات میتونه رئیس جمهور پس فرمان تقنینی صادر کنه و نافذ کنه. آنی کار چرا نکردن؟ و طرفدارترین افراد رئیس اجرایی و رئیس جمهور در روز که ما رایگیری داشتیم از جمله کسایی بودند که سخت مبارزه میکردند که این رد شود و خود دلیل بسیار روشنی برای دست داشتن رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور. خانم آزاد، به حرفای رئیس اجرایی بهم در قسمت از حرفای خود گفته که بحث اصلاحات انتخاباتی همواره روی میز ما قرار داشته، موافق هستین با این حرفا؟ واقعا چرس کنیم و همیشه رقمی که بزرگواران یاد کردن، اینا شاید از بس که غیر قانونی کار کردن فعلا عادت کردن و اگر اینا واقعا بر انتخابات افغانستان اراده می داشتن، رقمی که برادر عزیز ما یاد کردن، حداقل فرمان که وقتی در پارلمان آمده بود آردو باید به شدت کار میکرد، بلکه اینا نزدیکترین کسای از اینا برد از این بسیار تلاش کردن. بله، و خودش نامونه از این هست که اینا همیشه کوشش میکنه که مردم را فریب بده و مرقمی که استاد محترم یاد کردن، اینا بیشتر مصروف از این هست که چه رقم چکدارای قومی را رضایتش را داشته باشه. و حتی ما شاهد از این هستیم که در اکثر ولایت ها وقتی که نظامی شخصیت ها یا چکدارای قوم نمایندهش رفته یا والی شده یا معاون شده یا سفیر شده، باور به خدا کنیم که اینا به دولت ایج اصلا پاسخگو نیست. اینا پاسخگو به چکدار قوم است، به مکان از مدرسه که رفته و نامنشان در چندین ولایت ها و سفارت ها و حتی در اکثر پست ها ما شما شاهد هستیم. یک و دوم، در بخش مثلا وزارت ها، اگر به وزارت ها جالب است، اکثر وزارت ها اصلا صلاحیت یک اجیر مقرر کردن را نداره و حتی مبست سیر هم تای فرمان رای جمهور، حتی رای جمهور فرمان داده که بدون از اینکه مثلا ما توافق نداشته باشیم نمیتونه. وقتی که چنین هسته و یک دولتی که سر تا پا فاسد، سر تا پا غیرقانونی، سر تا پا متاسفانه تعصب، تبعیض و حتی از قومای خود اینا نبرآمده، از متنفذین نبرآمده، شما چی توقع دارین که اینا برای اصلاحات انتخاباتی کار بکنه؟ و شما شاهد از این بودین. ما یک نگرانی جدی از این هم هست که حتی وقتی که یک کمیسیون را اینا درست کرده بودن، باور کنین دمو کمیسیون غیر از 4-5 حزب و حتی اشخاصای مستقل و اشخاصایی که حداقل اینا توانمندی از ایرا دارن نبودن و از چند حزب اینجا نمایندگی ما کردن. و اگر چنین واقعا چنین کمیسیونی درست شوه که اصلاحات بیاره، ما فکر نمیم که افغانستان را یک بار دیگه ما با یک بحران بردیم که پس ما عقب بردیم، نه به پیش. و اگر واقعا اینا برای انتخابات فکر میکنه بیایه
امو رقمی که اینا یاد کردن اگر از پارلمان ناامید هستن ما در روز پاس به رخصتی میریم بیاره و همچنین کمیسیون رو بسازه که حداقل اشخاص بهتر باشه و واقعا اشخاص باشه که در ٹھیکه‌دارای قوم مربوط نباشه که سبا بر ازنا جوابگو باشه به ملت افغانستان باشه که حداقل یک انتخابات آزاد شفاف امو رقم کارزوی مردم افغانستان راست است و اینا کوشش نکنه که دموکراسی رو به دستای خود دفن کنه دیکتاتوری رو رواج بسازه با فکر میکنم که به فایده هیچ کس نیست و اینا فراموش نکنه که ما بسیار قربانی دادیم افغانستان افغانستان 10 سال پیش و 15 سال پیش نیست و این مردمی که قربانی داده سر تا پا استاد شده و یخن از نار گرفتنی هست و اینا را نمیگذاره که اینا مردم افغانستان را حداقل دموکراسیش را دفن بکنه. جناب استاد، با تطبیق افتادن اصلاحات و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی چه اهداف دنبال می شود؟ حالا عرض کنم که اهداف بسیار واضح است. حکومت وحدت ملی برای برآورده شدن اهداف قومی و متنفذین قومی به وجود آمده، ساختارش به اون شکل به وجود آمده و لحاظه اهداف ملی در اوج وجود نداره. گفتیم حاکمیت ملی هم مزمحل شده، از بین رفته. ولی از شما از یک حکومتی که خلاف قانون اساسی باشه، بر محور منافع متنفذین قومی استوار باشه و همه کارهایش بر اساس تقسیم 50% باشه و حکومت از ملت جدا شده باشه و ملت با تمام حوصله‌مندی که دارن و یا خستگی که از این ناحیه پیدا کردن تحمل کردن که یک حکومت خلاف قانون بازم ادامه بتنم بشه. مگر به این حد هم نباید ملت افغانستان دست کم بگیریم و بگیم که خب اینا دانش زیر ندارن که به این معاملگری های ما بدانن و لحاظه به کارکردهایشان ملت افغانستان هم نوا نیستن بشن. وکلای محترم ملت در اینجا شدن، اینا من نمیفهم چی گونه در برابر موکلین خود از این حکومت و از کارکردهایش دفاع خود کردن. و مسئله دیگه است که وقتی که شما یک سنگ به اصطلاح تعداب نادرست ماندید به اصطلاح شاعر که تا سریا کج میرود کج، حالا شما یا در عالم تخلف از قانون پیش برین و یا از که اصلاحات بنیادی رو برین. ما با یه عقیده استم که ما، البته این مثال من در دو سه روز تکرار کردم، میرم تا ای که زینشین زعمای کشور شوه با احترام که برشان است، که وقت شما چرخهای ساعتتان اما هنگ حرکت کنه بر شما تایم میته، شما میفهمید چند بجه است و او درست کار میکنه. وقتی که چرخها را به گونه شما عیار بسازین که مخالف هم حرکت کنه، نتیجهش چی میشه؟ تایم بر شما نمیته، شما نمیفهمید که ساعت چند بجه است. در عین زمان این چرخ ها یکی دیگه خودم مشکنانن، دندانه های چرخ ها از لحاظ میکانیک با هم تصادم میکنه و در جهت مخالف حرکت میکنه مشکنه و لحاظه به هدف نمیرسه. حکومت وحدت ملی چرخهایش نادرست بسته شده و در جهت مخالف هم حرکت میکنه. یکی سفیر تعیین میکنه و دیگه از 50% خود میگه که من قبول ندارم. در مورد کاکای رئیس به جمهور فرصت تمام از جناب استاد سر کوتا بفرمایید. در مورد تعیین کاکای رئیس جمهور با سفیر در مسکو، سخنگوی دکتر سب عبدالله گفت که این روی یک تفاهم شده و ما هیچ کدام چیزی گفتنی نداریم. چرا شما گفتین این ندارین؟ به خاطر اینکه مسئله مربوط به افغانستان است، دیپلماسی افغانستان در وجود تمثیل میشه. در مورد آقای نورستانی گفتن که چیز ما را قبول نداریم. آیا خدای دوگانه. حالا نتیجه گپ میست که اگر مرجع واحد حاکمیت ملی یا تمثیل حاکمیت ملی می بود، از یک مرجع سفیر تعیین میشد و دیگرها او را تایید میکرد. تشکر جناب استاد خانم آزاد. من یک کلمه عرض میکنم. بفرمایید. اگر یادتون باشه سال گذشته به همین شورای وزیران دکتر طیب عبدالله اعلان کرد که از فردا توزیع تذکره الکترونیکی هم شروع میشه، اما نشد. شاید این هم مثل هم توزیع تذکره الکترونیکی باشه. فردا همیشه فردا داره در فیل. حالا شما گفتین که دکتر طیب عبدالله گفته که دوسیه سر میز ماست. ما میفهمیم بسیار دوسیه ها در قضان در سر میز هست، اما فیصله نمیشه بنابرای ماضی. این راه عزیز تشکر شما هم تا برنامه بچه ما را بر لاحبی نیاز میسپانم.